قراردادها بیشتر از این که بخواد پیامد اقتصادی برای هر دو کشور داشته باشه، بیشتر جنبه های سیاسیش مورد توجه قرار میگیره. کشور ونزوئلا و جمهوری اسلامی دو تا حکومتی دارند که هر دو تقریبا شرایط مشابهی رو در عرصه بین المللی و روابط خارجی دارا هستند. هر دوتا یک ویژگی خیلی شاخص دارند و اون آمریکا ستیزی هست. هر دوتا تحریم هایی علیه حکومت هاشون اعمال شده که این تأثیر گذار بوده و تونسته که تا حد زیادی دست و پای این دوتا حکومت رو ببنده. متاسفانه در این گونه قراردادها همیشه ایران بازنده هست. آقای طباطبایی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در بولیوی به نکته جالبی در مصاحبهش با ایسنا درباره همین قرارداد 20 ساله اشاره کرده بود و اون همین بود که به خاطر دولت جدید ونزوئلا، به خاطر درگیری هایی که با خوان گوایدو داره و در واقع با اپوزیسیون این کشور داره، ممکن هست که از این قرارداد، از مفاد اون برگرده و عمل نکنه و در واقع باجی رو بده به کشورهای غربی برای اینکه بتونن ازش محافظت بکنن در برابر گوایدو. و خود این مسئله یک نکته خیلی مهمی درونش هست که معمولا این قراردادها بیشتر جنبه باج دادن جمهوری اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی از کشورهایی رو داره که تا حدی با خودش همسو هستن، یعنی به هیچ عنوان منفعتی برای ملت ایران نخواهد داشت. من خواستم